تحولاتی که در دو سال اخیر اتفاق افتاد، یکی این که خب یه سری انقلاب‌های مردمی اتفاق افتاد. در این انقلاب‌های مردمی تعدادی از دیکتاتورهایی که هم کدومشون بالای 30-40 سال حاکم بودن، اینا سرنگون شدن، نظام‌های جدیدی اومد. این نظام‌های جدید نظام‌هایی است که هنوز ثبات پیدا نکرده، دچار بی‌ثباتی شدید هست. ولی اونی که اصل این که یک انقلابای مردمی اتفاق افتاد، یعنی ما در این شکی نداریم که دیدگاه جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری این هست که این انقلاب‌ها انقلاب‌های اصیلی بوده، در ساخته و پرداخته قدرت‌های خارجی نبوده. اینطور نبوده که آمریکا این کارو کرده باشه. قید همچین اعتقادایی دارن که اینا همش توطئه بوده و فلان حرفا که حالا بعد بهش می‌پردازیم. پس یک دید ما این داریم به یک اتفاقی افتاده که هنوزم در ادامه داره و اون انقلاب‌های اصیل مردمی است. حالا در ادامه انقلابا چه به سرش اومد یا بحث دیگه است. اما در کنار این تحول اصیل، یک توطئه از 25 سال پیش بلکه بیشتر شکل گرفته که بعداً این اومد تلاش کرد، این توطئه تلاش کرد این مسیر اصیل رو از جهت خودش خارج کنه. من امروز تلاش میکنم اول این توطئه رو توضیح بدم، چی بوده، چه جوری شکل گرفته، چه کسایی بودن. انشالله جلسه بعد هم رو بحث خود تحولاتی که اتفاق افتاد و به خصوص بحث داعش رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد. ببینید، منطقه الان در حالت هرج و مرج عجیب و غریبی است. انواع و اقسام جنگ و بحران رو ما داریم میبینیم، بحران‌های داخلی، جنگ‌های خارجی و کشت و کشتار عجیبی که در حالا سوریه، عراق، در فلسطین. حالا جنگ اخیر یک وضعیت جدا داشت ولی بالاخره کشتار زیادی شد. در لبنان وضعیت بی‌ثبات هست. یمن امروز 7-8 نفر و 10 نفر رو به شهادت رسوندن نیروی امنیتی و اوضاع خیلی بی‌ثباته. لیبی که اصلاً یه دولت مرکزی عملاً وجود نداره، یک هرج و مرج کامل بر لیبی حاکمه. در مصر شما شاهد بودید توی یک دو سال اخیر چه تحولاتی اتفاق افتاد و قص الهذا. بنابراین این سوال پیش میاد که آیا تمام این تحولات از سال 2011 با این حالا از دید ما بیداری اسلامی، از دید عرب‌ها بهار عربی، عربی ولا عربی، با این شروع شد یا نه این ریشه یه مسائلی هم از قبل بوده؟ اگر بخوام یه مقدار به عقب برگردیم، من مبدع رو میذارم روی تاریخ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحولاتی در صحنه بین الملل اتفاق افتاد که هنوز پیامدهاش ادامه داره. این رو درکش خیلی مهمه. ببینید، تا زمانی که شوروی بود ما نظام دو قطبی رو تو دنیا داشتیم. یه ابرقدرت غرب بود، آمریکا، و یک اردوگاه غرب بود که پیمان ناتو و کل کشورهای غربی زیر به قول معروف رهبری آمریکا در یک جبهه بودند. یک هم ابرقدرتی به نام اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه شرق که پیمان ورشو بود و اروپای شرقی و خیلی کشورهای دیگه، اینا در مقابل هم بودند. در زمانی که نظام دو قطبی بود، تمام معادلات بین المللی و منطقه‌ای بر اساس همین نظام دو قطبی تعیین می‌شد. یعنی بستگی داشت اون کشوری که بحران توش اتفاق میفته تو کدومی کسی اردوگاه باشه. بعد اون اردوگاه ازش از نظام حمایت میکرد، اردوگاه مقابل میومد از مردم حمایت میکرد. حالا اگه تو غرب اتفاق میافتاد برعکس بود، شوروی از مردم حمایت میکرد و کاملا مشخص بود، معادله تعریف شده بود. وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، یک دیدگاه سومی مطرح شد، دیدگاه نه شرقی نه غربی. خب این خیلی جدید بود، قبلش همچین دیدگاهی نداشتیم تو صحنه بین المللی. هم یا باید طرف تو اردوگاه غرب باشه یا تو اردوگاه شرق، راهی خارج از این نبود. امام خمینی معجزه‌ای که کرد، اومد نه یک راه سومی رو طرح کرد به عنوان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و سیاست نه شرقی نه غربی. خب اومدن به جنگ این نظام، جنگ 8 ساله تحمیل شد و ما چون درگیر این جنگ شدیم نتونستیم در اون برهه در سیاست خارجی خیلی کار بکنیم. یعنی ما بیشتر عمده کارهایی که کردیم بعدها بود که تونستیم وقت بذاریم و توانایی و
به قول معروف توجهمون رو متوجه کنیم. بنابراین این نظام دو قطبی ادامه پیدا کرد تا زمانی که شوروی فرو پاشید. حالا چرا فرو پاشید اون خودش یه بحث دیگه است، به موضوع بحث ما ربطی نداره. ولی وقتی که شوروی فرو پاشید، آمریکایی‌ها اومدن گفتن که آقا ما به آرزوی خودمون رسیدیم، دیگه نظام دو قطبی وجود نداره، نظام تک قطبی که یک قطب واحد هست و اون هم آمریکا. بعد اسم اینو گذاشتن نظم نوین جهانی. در زمان جورج بوش پدر موقع رئیس جمهور بود، اسم اینو گذاشت نظم نوین جهانی که آقا ما دیگه مجبور، دیگه شوروی وجود نداره که بخوایم معادلات رو در تقابل با شوروی تعریف کنیم. نه، ما آمریکا حاکمه بر دنیا و هر چیزی که آمریکا اراده بکنه اتفاق میفته. آقای ریشارد نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا در همون زمان، در زمان جورج بوش پدر، یک کتابی نوشت تحت عنوان پیروزی بدون جنگ. گفت که آقا دیگه اصلا نیازی نیست آمریکا بجنگه، آمریکا ابرقدرتی است، هیچ نیروی در مقابلش وجود نداره، همین که اراده بکنه محقق میشه. خب اما اینا احتیاج به یک، چون صنایع نظامی آمریکا احتیاج به فروش سلاح داشت و وقتی که دشمنی مثل شوروی از بین رفت و کمونیست‌ها فرو پاشیدن، باید یک دشمنی تراشیده میشد که این توجیه بکنه سیاست هیمنه آمریکا بر دنیا رو. موقعی که شوروی فرو پاشید، پیمان ورشو هم فرو پاشید. پیمان ورشو در مقابل پیمان ناتو بود. خب همون موقع یه عده اومدن گفتن که حالا که پیمان ورشو از بین رفته، دیگه نیازی به پیمان ناتو نیست، پیمان ناتو هم باید برچیده بشه. آمریکایی‌ها نظرشون این نبود، چون پیمان ناتو ابزار سلطه و هیمنه آمریکا بر دنیاست. این بود که باید یک دشمن جدیدی تراشیده میشد که توجیه کنه اول ادامه حیات پیمان ناتو و بعد هم اصلا ادامه سیطره و هیمنه آمریکا بر دنیا. اینی که متمرکز شدن بر اسلام به عنوان اینکه شبکه های تروریستی در دنیا وجود داره، اینا مسلمان هستن و اینا از دیدگاه اسلامی ریشه میگیرن، بنابراین تلاش شد که یک دشمن جدیدی تراشیده بشه به نام اسلام. و اون کتاب هانتینگتون جنگ تمدن ها، نبرد تمدن ها، اون نوشته شد که دیگه بیاد این اصلا تئوریزش کنه که آقا جنگ بعدی ما جنگ تمدن هاست و تمدن غربی در مقابل تمدن اسلامی قرار میگیره. و این معتقد بود این جنگ اجتناب ناپذیره، یعنی شما هر کاری هم بکنید بالاخره جنگ اتفاق میفته. خب تو این وضعیت یک گروهی در آمریکا وجود داشته و داره به نام گروه محافظه‌کاران جدید. حتما اسم اینا رو شنیدید، گروه بسیار معروفی هستن. اینها سیاستمداران راستگرای افراطی هستند در آمریکا. افرادی هستند که از نظر اقتصادی کاملا به اقتصاد 100% آزاد معتقدند و هر نوع اقتصادی که دولتی باشه رو سوسیالیستی فکر میکنن و کمونیستی. معتقدن که سیاست اقتصاد باید مطلقاً آزاد باشه و بازار بر اقتصاد حاکم باشه. به شدت ضد کمونیستن، بودن، هنوزم هستن، حالا کمونیست که دیگه خیلی در صحنه نیست، ولی از نظر تفکراتی نجات پرستند و میان افکار افراطگرایانشون رو رنگ و لعاب حقوق بشری هم میدن. اینا در زمان رونالد ریگان شکل گرفتن. رونالد ریگان رئیس جمهور دهه 80 میلادی، دهه 60 شمسی بود. اینا اومدن برای اولین بار در زمان رونالد ریگان وارد دولت آمریکا شدن، تو وزارتخونه‌های مختلف، تو ادارات مختلف. خب اون زمان، زمان رونالد ریگان زمان نظام دو قطبی بود، بیشتر توجه این گروه مقابله با شوروی بود. بعد از اینکه شوروی فرو پاشید، اینا اومدن به دنبال این بحث اسلام حراسی و تعریف اسلام عنوان یک دشمن. اینا معتقد بودن که و هستن که آقا این که ما بگیم نظام تک قطبی شده کفایت نمی کنه.
بلکه باید برنامه داشته باشیم برای دنیا، برای هیمنه بر دنیا. اومدن روی یک طرحی کار کردن به خصوص برای منطقه خاورمیانه، چون منطقه خاورمیانه دو ویژگی داره. یک اینکه این کشورها همه اسلامی هستن، مهد اسلام در اینجا هست، و دومی که نفت داره. خب اینا اومدن یه طرحی رو روش کار کردن به نام خاورمیانه جدید. گروه محافظه‌کاران جدید یا مثلا نو طرحی رو آماده کردن تحت عنوان خاورمیانه جدید. این طرح چی میگه؟ این طرح میگه که وقتی که جنگ جهانی اول تموم شد، دوستانی که رشته‌شون علوم سیاسیه یا بحث‌های سیاسی رو دنبال میکنن میدونن یه اواخر جنگ جهانی اول، موقعی که امپراتوری عثمانی شکست خورد، انگلیس و فرانسه یک توافقنامه‌ای رو امضا کردن بین خودشون، منطقه خاورمیانه رو بین خودشون تقسیم کردن. اسم این توافقنامه رو دوستان میدونن؟ احسن، توافقنامه ساکس پیکو. ساکس پیکو، ساکس وزیر خارجه انگلیس بود، پیکو وزیر خارجه فرانسه. این دوتا آقا نشستن. اون موقع سازمان مللی هم نبود، دنیا به قول معروف حساب کتابی هم نداشت، هنانش هم نداره، ولی اون موقع دیگه حتی ظاهریش سازمان مللی و شورای امنیت این هم نبود. این دوتا به عنوان دو دولت استعمارگر نشستن با کمال وقاحت منطقه رو بین خودشون تقسیم کردن. این منطقه‌ای که الان سوریه و لبنان هست، این رو سهم فرانسه شد. منطقه‌ای که فلسطین و اردن و عراق و شبه جزیره عربستان با تمام این شیخ نشینا، اینا همه سهم انگلیس شد. اینطوری تقسیم کردن. خب بر اساس توافقنامه ساکس پیکو کشورهای جدید درست شد. این کشورهایی که شما الان اسمشون رو میشنوید اینا نبودن. ما کشوری به نام لبنان نداشتیم، کشوری به نام سوریه نداشتیم، کشوری به نام اردن نداشتیم، حتی فلسطین به عنوان کشور نبود. سرزمین فلسطین وجود داشت ولی کشور نبود. عراق هم به عنوان کشور عراق نبود. اینا همه در طول تاریخ جز امپراتوری اموی بودن، بعد عباسی، بعد هم امپراتوری عثمانی، یعنی بخشی از جهان اسلام بودن. کشوری نبودن که مرزهای مشخصی داشته باشن. به منطقه غرب آسیا میگفتن شامات. شامات یعنی این که همین کشورهای سوریه، لبنان، اردن و فلسطین فعلی رو، این چهارتا رو با هم رو میگفتن شامات. خب این آقایون نشستن قشنگ رو نقشه خط کشی مرزها رو کشیدن، یه کشورهای درست شد. خب از موقعی هم که اینو پیاده کردن تا الان این کشورها بحران دارن، چون اولا این مرزها مرزهای طبیعی نیست، مرزهای مصنوعیه، و انگلیسی ها هم میدونید که اصلا اون ذاتشون طوری هست که همواره هر جا که بودن یک میراث اختلاف برانگیز بر جای گذاشتن، بر اساس سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن. مرزها رو یه طوری میکشیدن که بعدها همیشه بین این کشورها جنگ باشه. یعنی می اومدن مناطق اختلاف برانگیز رو شناسایی میکردن، مرز رو میبردن وسط اینا که نصفش این ور باشه نصفش اون ور باشه، این دعوا همیشه وجود داشته باشه. در هر صورت شکل گرفت، حالا هر چی بود این منطقه شکل گرفت. حالا محافظه کاران جدید چی میگن؟ محافظه کاران جدید میگن آقا ما ساکس پیکو رو قبول نداریم. چرا قبول ندارن؟ میگن که اون موقع آمریکا نقشی در این پیمان نداشته. آمریکا تو جنگ جهانی اول شرکت کرد، به نفع متفقین هم اومد. خب آلمان قیصری هم شکست خورد، امپراتوری عثمانی هم شکست خورد. بعدش رئیس جمهور وقت آمریکا آقای وودرو ویلسون برگشت گفت که آقا ما اومدیم شرکت کردیم، ولی ما سیاستمون سیاست عدم مداخله در دنیاست، ما برمیگردیم به همون آمریکا، قاره آمریکا و آمریکای لاتین خودمون. یه سیاستی داشتن به نام دکترین مونروه. دکترین مونروه چی میگه؟ مونروه که رئیس جمهور آمریکا بود، میگفت که آقا ما قاره آمریکا مسائلش مربوط به ماست، یا حیات خلوت آمریکاست، قاره اروپا هم مربوط به اروپاییاست، ما تو امور اروپایی دخالت نمی کنیم، اروپایی هم حق ندارن تو امور آمریکا دخالت کنن. این سیاست آمریکا بود تا جنگ جهانی دوم.
یعنی آمریکایی‌ها اصلا خیلی اهتمامی به اروپا نداشتن، به جای دیگه نداشتن. فقط فتره جنگ جهانی اول اومدن در اروپا جنگیدن، بعد که جنگ تموم شد دوباره برگشتن به اروپا، به آمریکا. اما بعد از جنگ جهانی دوم به طور کامل دیگه دکترین مونروه کنار گذاشته شد. آمریکا گفت اصلا من حاکم دنیا ام و قبول نمی کنم که کسی دیگه در مقابلم باشه. بنابراین بر اساس این سیاست بود که اینا نبودن تو پیمان ساکس-پیکو نبودن. حالا این محافظه‌کاران جدید میگن چون ما نبودیم، چون آمریکایی‌ها نبودند، بنابراین این پیمان از دید ما رسمیت نداره. خب حالا این رسمیت نداره معنیش یعنی چی؟ میگن که این کشورها دوباره باید تقسیم بشن. همه این کشورهایی که توی منطقه هست، چه اونایی که به وسیله ساکس-پیکو وجود اومده، چه کشورهایی که از قبل هم وجود داشتن، مثل ایران، ترکیه، مصر، همه اینا باید تقسیم بشن. خب چرا باید تقسیم بشن؟ میان یه رنگ لعاب حقوق و بشری بهش میدن، میگن آقا تو همه کشورها اقلیت وجود داره، یا اقلیت دینی هست مسیحی، یا اقلیت مذهبی هست، اگه کشور سنی شیعه توش هست یه اقلیت شیعه، اگه کشور شیعی اقلیت سنی توش هست، اقلیت های نژادی، میگن توی کشورها کرد هست، یه جایی ترکمن هست، یه جایی نمیدونم چی هست. میگن ما باید این کشورها را آنچنان دوباره تقسیم کنیم که هر کدوم از این قومیت‌ها و ادیان و مذاهب برای خودش یک کشور داشته باشه. یعنی کردها یک کشور داشته باشن، مسیحی‌ها یک کشور خاص خودشون، سنی‌ها یا فلان جا یک کشور، شیعیان یک کشور، بعد حالا تازه اون خود سنی‌ها هم فرقشون مختلفه، نمیدونم دروزها یک از هم، یعنی کل نقشه خاورمیانه اینا رو می‌خوام به هم بریزن. بعد تمام کشورهای بزرگ مخصوصاً، این هم فرق نمی کنه از دید محافظه‌کاران جدید، فرق نمی کنه که این کشور الان دولتش دوست آمریکاست یا دشمن آمریکا، همه باید تقسیم بشن. یعنی ایران که دشمن آمریکا به حساب میاد از دید اینا باید تقسیم بشه، عربستان سعودی و مصر که دوست آمریکا هستن اونها باید تقسیم بشن، همه باید تقسیم بشن. مثلا در نقشه‌ش کشیدن و این منتشر هم شده، در نقشه اونها عربستان به سه کشور تقسیم میشه، به سه دولت. خب این طرح اسمشو گذاشتن خاورمیانه جدید. خیلی هم میگم رنگ و لعاب حقوق بشری که آقا حقوق اقلیت‌ها، و میگن که این اقلیت‌ها در کشورهای خودشون سرکوب میشن و حقوقشون پایمال میشه و هیچ وقت به حق و حقوقشون نمیرسن مگر اینکه ما باید همچین راه حل. اما واقع مطلب چیه؟ دو تا هدف هست، نه حقوق بشره نه حقوق اقلیت هاست، دو تا هدف هست. هدف اول اینه که این کشورهای بزرگ تبدیل به کشورهای کوچکی بشن که قادر به دفاع از امنیت ملی خودشون نباشند. وقتی قادر نباشند مجبورن به کی اتکا بکنن؟ به آمریکا. نمونهشو الان ما داریم. کشور چه اسمم؟ کویت، قطر، بحرین، امارات، عمان. اینا شما رو نقشه نگاه کنید اینقدر کوچیکن، هم از نظر مساحت هم از نظر تعداد جمعیت، ولی به شدت خیلی هم ثروتمندن، چاهای نفت و گازه. اینا اصلا قادر نیستن از خودشون دفاع کنن، با اینکه سالیانه میلیاردها دلار سلاح میخرن از آمریکا، اما صدام که حمله کرد در کمتر از نصف روز کویت گرفت. واسه این همه سلاح به چه درد میخورد؟ هیچی، فقط کارخونه‌های سلاح آمریکا کار چرخش میچرخه، اما عملا هیچ فایده نداره. بنابراین طرف میگه چیکار کنم؟ با پیش خودش این فکر میکنه، پادشاه بحرین، امیر قطر، امیر کویت، که اگر بخوام از خطرات در امان باشم باید پایگاه بدم با آمریکا. الان شما ببینید در بحرین پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا سالهای سال تو بحرینه، یک ناوگان دریایی عظیم اونجاست. خب پادشاه بحرین خیالش راحته، میگه هیچ کس نمیتونه به من حمله کنه، چون حمله کنه باید آمریکا به آمریکا حمله کنه، آمریکا دفاع میکنه. قطر اومد چیکار کرد؟ قطر اومده مقر فرماندهی نیروهای آمریکا، مقر مرکزیشون در خلیج فارس رو
در قطر مستقر کرده، در پایگاه العدید اونجا مستقر شدن. تمام ژنرال‌های آمریکایی و کلی تجهیزات و سرباز و یک چیز عظیمی درست کردن پایگاه العدید. خب قطر دیگه خیالش راحت که آقا کسی نمیتونه معامله کنه، داستان کویت و صدام و اینا تکرار نمیشه، نه ایران میتونه معامله کنه، نه عربستان میتونه معامله کنه، هیچ کس. این منطق به وجود دادن این کشورهاست که آقا این کشورها باید کوچیک بشن که نتونن از امنیت ملی خودشون دفاع کنن، مجبور بشن همیشه دست گداییشون به طرف آمریکا دراز باشه، پول بدن، همون پول نفتو بدن به آمریکا، آمریکا بیاد اونجا دفاع کنه. این یه هدف. هدف دوم اینه که میگن این محافظه‌کاران جدید میگن آقا ما تجربه انقلاب اسلامی ایران داریم. قبل از انقلاب یه نظامی بر ایران حاکم بود، هم پیمان 100% آمریکا و اسرائیل. به شاه هر نوع سلاحی را میدادن. میدونید که ریچارد نیکسون به شاه گفته بود هر نوع سلاحی به غیر از سلاح هسته‌ای بخوای من بهت میدم. هواپیماهای F-14 که در اون زمان پیشرفته ترین هواپیمای آمریکایی بود، قبل از اینکه در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار بگیره به شاه فروختن، که این بی سابقه است در تاریخ. خب در عرض کمتر از یک سال و نیم این نظام سقوط کرد. الان همه اون امکانات، یک کشور بزرگ، پهناور، پرجمعیت، با استعدادهای فراوان، یک شبه از همپیمانی آمریکا تبدیل شد به چی؟ دشمنی با آمریکا. محافظه‌کاران جدید میگن ما این تجربه باید درس بگیریم، نباید دولت‌های بزرگ که در منطقه هستن بزنیم به حال خودشون باقی بمونن. ایران باید تجزیه بشه، ترکیه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، سوریه، عربستان، مصر، لیبی، همه این کشورها تجزیه بشن. اینقدر کشورهای کوچیک درست کنیم که دیگه داستان شاه تکرار نشه. اصلا اگر هم در یکش انقلابی شد، اون کشور اینقدر ضعیفه که نمیتونه با آمریکا دشمنی بکنه. حالا فرض کنیم مثلا در قطر امیر قطر برکنار بشه، مثلا یه آدمی بیاد ضد آمریکا، چیکار میتونه بکنه؟ یه کشور خیلی کوچیک اصلا نمیتونه حتی خودش نگه داره. این هدف دوم. هدف سوم حمایت از اسرائیل. گفتم اسرائیل تا وقتی این دولت‌های بزرگ هست که پتانسیل اینه داره که مثل ایران بشه ضد اسرائیل، اسرائیل در خطره. بنابراین برای حفظ اسرائیل هم باید این دولت‌های اسلامی همشون تجزیه بشن. عرض کردم چه دوست آمریکا چه دشمن آمریکا. خب قطعاً اسرائیل خودش میدونه خیلی کوچیکه، از نظر مساحت کشور خیلی کوچیکیه، بعد هم که جمعیت زیادی هم نداره، کلش مثلا 5 6 میلیون یهودی توش هست. خب این اگر آمریکا پشتش نباشه به راحتی شکست میخوره. اما میخوان یه کاری بکنن، اینقدر کشورهای کوچیک درست کنن که اسرائیل تو اینا پادشاه باشه. بنابراین این طرح بود، یعنی هدفش خیلی خطرناک و پیامداش بسیار خطرناک تر از اهدافش. چرا پیامداش؟ چون تقسیم این کشورها یعنی چی؟ یعنی غرق کردن این منطقه تو جنگهای خانمانسوز. چون هیچ کشوری که نمی‌پذیره به راحتی کشورش تجزیه بشه، هیچ دولتی نمی‌پذیره. بنابراین وقتی شما میگید تجزیه ترکیه، تجزیه مصر، تجزیه عربستان، یعنی جنگهای داخلی، همه وضعی که شما تو عراق و تو سوریه دارید می‌بینید، یک جنگهای خانمانسوز به شدت ویرانگر و معلوم هم نیست کی تموم میشه. جنگ داخلی لبنان 15 سال طول کشید، تازه با فشار خارجی تموم شد، هنوز هم که هنوز لبنان سر و سامونی پیدا نکرده. حالا شما فرض کنید تمام کشورهای منطقه. بعد اسم اینو چه گذاشتن؟ اسم اینو گذاشتن هرج و مرج سازنده. به عربی بهش میگن الفوضى الخلاقه، هرج و مرج سازنده. یعنی اینکه آقا ما درست هرج و مرج ایجاد میکنیم، ولی این هرج و مرج سازنده است، نتایجش نتایج خوبیه. اینطوری هم توجیهش میکردن در این طرح خاورمیانه جدید. خب این طرح رو آماده کردن، دوره ریاست جمهوری آقای جورج بوش تموم شد. جورج بوش پدر، میدونید که جورج بوش پدر هم یه دوره رئیس جمهور بود. علتی هم که دوره دوم رای نیاورد این بود که در دوران این جورج بوش پدر به اسرائیل فشار آوردن که پیمان صلح امضا کنه. اون کنفرانس مادرید، دوستانی که تاریخ
عرب و اسرائیل رو دنبال میکنن، کنفرانس مادرید 1991 که تشکیل شد اسرائیل نمیخواستن برن تو کنفرانس. جورج بوش و اون وزیر خارجه‌اش با تهدید اسحاق شامی رو آوردن، گفتن اگر نیای تمام کمک‌های اسرائیل قطع می‌کنی. خب اینم رفت، ولی کینه جورج بوش پدر رو به دل گرفتن، تو انتخابات ریاست جمهوری چنان تبلیغ کردنش که جورج بوش پدر تو همون یه دوره اول شکست خورد. آقای بیل کلینتون شد رئیس جمهور. خب اینا این طرح رو بردن به بیل کلینتون دادن. حالا اینم بگم بهتون، این محافظه‌کاران جدید رابطه نزدیکی با صهیونیستا دارن، با لابی صهیونیستی و به خصوص با حزب لیکود که حزب راستگرای افراطی هست در اسرائیل، چون اینا راستگرای افراطی آمریکاییه. اینا اومدن با نتانیاهو موقع رئیس جمهور بود با اون هماهنگ کردن، ببخشید نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود باش هماهنگ کردن، اونم حمایت کرد، این طرح رو بردن دادن به بیل کلینتون. بیل کلینتون وقتی طرح رو دید، این طرح یعنی تعداد زیاد جنگ های عجیب و غریب تو منطقه، و بعد هم محافظه کاران جدید اکثرا ما عضو حزب جمهوری خواهند. بیل کلینتون عضو چه حزبی بود؟ چه؟ دموکرات، یعنی حزب مقابل بود. این بود که بیل کلینتون این طرح رو نپذیرفت، طرح رو نپذیرفت و رد کرد، گفت من حاضر نیستم اجراش کنم. صهیونیست ها وقتی اینه دیدن ماجرای رابطه نامشروع آقای بیل کلینتون با خانم لوینسکی رو افشا کردن، اخبارش رو شنیدید دیگه، اینا اطلاعاتش رو داشتن. اسرائیلی‌ها این کارو میکنن روی تمام رهبرای آمریکایی و اروپایی غربی، تمام زندگی خصوصیشون نقطه ضعف‌ها اینا رو در میارن برای روز مبادا، به مجردی که یه روز طرف پاشو چپ گذاشت اومد یه خلاف منافع اسرائیلی‌ها یه موزیگیری کرد، پرونده رو میکنه. خب خبر داشتن، اصلا خانم لوینسکی خودش یهودی بود و اینا اطلاعاتش داشتن که بیل کلینتون با این رابطه نامشروع داره. به مجردی که کلینتون طرح رو رد کرد، اینا اون خبر رو درز دادن به رسانه ها. یک بحرانی درست شد علیه آقای بیل کلینتون. اینا فکر میکردن که بیل کلینتون سقوط میکنه در این بحران. حالا به هر ترتیب بود بیل کلینتون از بحران جون سالم به در بود، موند تا آخر دوره ریاست جمهوریش باقی موند. اینا به این نتیجه رسیدن که این فایده ای نداره، یعنی با این روش نمیشه چیز کرد، ما باید بریم یه رئیس جمهوری بیاریم، خودشو میگفت یعنی محافظه‌کاران جدید، که نه تنها این طرح رو اجرا کنه، اصلا اعتقاد بهش داشته باشه. گشتن و گشتن، کیو پیدا کردن؟ جورج بوش پسر. آقای جورج بوش پسر رو پیدا کردن. اولا فردی بود از نظر سطح معرفتی بسیار پایین، اهل مطالعه نبود، تا 40 سالگی که آدم مشروب خوره دائم الخمری بود، و حالا تو 40 سالگی 45 سالگی نه 50 سالگی تغییر میکنه، یه دفعه تبدیل شد به آدم مذهبی و با افکار، حالا به اینا بهش میگن مسیحانی، یعنی از اینایی که دنبال اصلاح جهان هستن و برای خودش رسالت جهانی قائل بود جورج بوش پسر، که اصلا خدا بهش مأموریت داده که بیاد دنیا را اصلاح کنه. خب دیدن این آدم مناسبی هست، اومدن و کار کردن که این آقا تو انتخابات پیروز بشه. دست شما دارد. خوبه اومدن دست شما دارد. اومدن این آقای جورج بوش رو شروع کردن تبلیغات، با اینکه خیلی هم براش تبلیغات کردن، ولی در مبارزات انتخاباتی سال 2000 رقابتش با آقای الگور که کاندیدای حزب دموکرات بود خیلی نزدیک هم بود، تو نظرسنجی معلوم بود که خیلی به هم نزدیکن، این بود که متوسل به تقلب در انتخابات شدن. در انتخابات سال 2000 در یکی از ایالت‌ها تقلب شد، اونم جالبه، ایالت فلوریدا که حاکم ایالت برادر جورج بوش بود. در اون ایالتی که برادرش حاکم بود
تقلب شد. تقلب هم خیلی نزدیک بود، یعنی با یه تفاوت خیلی جزئی جورج بوش برنده شد. خب حزب دموکرات اعتراض کرد، تا مدت‌ها تو آمریکا بحران شده بود، کار به دادگاه کشید و بالا و پایین، دیگه بالاخره اینقدر بحران طولانی شد که یه سازش سیاسی کردن دیگه. حزب دموکرات پذیرفت که آقا شکایتش رو پس بگیرید، دنبال نکنه. آقای جورج بوش شد رئیس جمهور، شد رئیس جمهور آمریکا. خب آقایون محافظه‌کاران جدید وارد دولت جورج بوش شدن، مثل زمان ریگان اومدن تو وزارتخونه‌های مختلف، به خصوص تو وزارت دفاع. پول وفیتس که حتما اسمش شنیدید، معاون وزیر دفاع، آقای ریچارد پرل و افراد دیگه، چهرهای معروفی هستن تو آمریکا. اینا چهرهایی بودن که به دنبال همین طرح خاورمیانه جدید بودن و عضو همین گروه محافظه‌کاران جدید. خب اینا اومدن حاکم شدن، ولی برای اجرای طرح خاورمیانه جدید یه بهانه حسابی لازم بود، یه اتفاق بزرگی باید میافتاد که توی این اتفاق خیلی بزرگ بشه همچین برنامه رو پیاده کرد. چجوری میشه مثلا همچین یه دفعه از صفر که نمیشه شما بری واقعا یه دفعه کشورهای دنیا رو خاورمیانه رو بزنی به هم؟ باید یه بهانه پیدا میشه. بهانه هم پیدا شد. چی بود؟ حادثه 11 سپتامبر. باز نه ترس بلند بگو درست سر بس. حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد، حمله به برج‌های دوقلو در نیویورک و اون اوضاعی که دیگه تو دنیا میدونید که حادثه 11 سپتامبر در تاریخ آمریکا بی‌نظیره. آمریکا در جنگ‌های زیادی شرکت کرده اما هیچ وقت در خاک اصلی خودش مورد هدف قرار نگرفته بود تا 11 سپتامبر سال 2001. تو جنگ جهانی اول بود، تو جنگ جهانی دوم بود، تو جنگ‌های ویتنام بود، همه جا بود، اما هیچ وقت نشده بود در خاک اصلی آمریکا حمله‌ای واقع بشه و آمریکا هدف قرار گرفته بشه. اینه که حادثه 11 سپتامبر یک شوک بسیار عمیقی به ملت آمریکا وارد کرد. باورشون نمی‌شد که قدرتی مثل آمریکا همچین اتفاقی علیش رخ بده. خب این بهانه خیلی خوب بود، اومدن بر اساس این حادثه یک جنگی رو طراحی کردن به عنوان جنگ علیه تروریسم. این شد شعار آقای جورج بوش که آقا من باید تروریسم رو ریشه‌کن کنم. حالا خود حادثه 11 سپتامبر حرف و حدیث پیرامونش خیلی زیاده. من اگه بخوام تقسیم بندی کنم 4 سناریو در موردش مطرحه. سناریو اول اینه که میگن که آقا این اصلا این یه کار اطلاعاتی خود سازمان سیا بوده، نه القاعده بوده نه چیزی، اینا خودشون این کار انجام دادن، بعدم گناه انداختن گردن القاعده و جنگ را انداختن. این یه سناریو. سناریوی دوم میگه که نه، القاعده این کار کرد. چرا؟ چون الان عوامینی که این کار کردن همه به اسم شناسایی شدن، 19 نفر بودن به رهبری یک فرد عربستانی به نام محمد عطا. الان عکسش هست، این آقا وصیت‌نامه شد داره میرم عملیات، حالا اسم نیویورک رو نیورده ولی من خود وصیت‌نامه‌ش دیدم توی چیزا منتشر شد و گفت که ما داریم تمام گیم کار بزرگی میخوایم بکنیم. بعدم که القاعده رسما این رو تقبل کرد، یعنی اسامه بن لادن و القاعده الان میگن ما این کارو کردیم. خب سناریو دوم میگه کار القاعده بوده اما عوامل اطلاعاتی آمریکا نفوذ کرده بودن در القاعده، در واقع این خط رو داده بودن بدون اینکه مثلا بن لادن اینها متوجه باشن، کاری رو کردن که آمریکا میخواست، یعنی به وسیله عوامل نفوذی آمریکا این اتفاق، این فکر طرح شد تو القاعده و اجرا شد. این سناریوی دومه. سناریوی سوم میگه که این کار القاعده بوده اما نه به خاطر اینکه عوامل آمریکا نفوذ کردن، آمریکایی‌ها نفوذ نکرده بودن، یعنی خبری هم این طرح اونا نبود، اما قبل از عملیات میگن دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا خبردار شده بودن
که همچین حمله‌ای میخواد انجام بشه، اما جلوش رو نگرفتن. گفتن بذار اتفاق بیفته، این بهترین بهانه است برای اجرای طرح خاورمیانه جدید. این سناریوی سومه. سناریوی چهارم میگه که نه، میگه اون سناریوی سه تا اصلا نیست، کار القاعده بود، آمریکایی‌ها هم خبر نداشتن، غافلگیر شدن. اما گروه محافظه‌کاران جدید وقتی این اتفاق افتاد دید بهترین بهانه و زمینه برای اجرای طرح خاورمیانه جدید آماده شده، بنابراین به سرعت از این واقعه سوء استفاده کرد. اینم سناریوی چهارم هست. حالا دوستان هر کدومشو بخوان میتونن بپذیرن یا نپذیرن، مربوط به خودشونه، ولی در جهان عرب حتی حزب الله لبنان بیشتر دیدگاه چهارم رو قبول داره. حالا ما تو ایران چیز میکنیم که نه، مثلا چون داره صهیونیست خودشون بوده اینان، ولی اینو قبول ندارن. حزب الله هم معتقدن که نه، خود اونا میگن ما میدونیم که کار القاعده بوده، ولی آمریکایی اومدن سوء استفاده کردن. حالا این دیگه مربوط بحث ما نیست، فقط جهت اطلاع گفتن که این دیدگاه ها مطرحه. در هر صورت هر چی بود، حادثه اتفاق افتاد، جنگ تحت عنوان جنگ علیه تروریسم با حمله به افغانستان شروع شد. حمله به افغانستان انجام شد، افغانستان سریع طالبان سقوط کرد، اما هدف اصلی جنگ علیه تروریسم افغانستان نبود. با اینکه افغانستان محل وجود القاعده بود، ولی هدف اصلی افغانستان نبود. آقای رامسفلد وزیر دفاع وقت آمریکا تو خاطراتش نوشته، گفته که من روز بعد از حادثه 11 سپتامبر دیدم پل ولفوویتس که معاونش بود و ریچارد پل با یه سری نقشه آماده اومدن تو اتاق من، رو میز من پهن کردن، گفت من نقشه نگاه کردم دیدم نقشه حمله به عراقه، که یه روز بعد از حادثه 11 سپتامبر، نه حمله به افغانستان، حمله به عراق. که چی؟ بعدم اومدن که آره صدام با القاعده ارتباط داره و فلان است و حمایت کرده و بس باید حمله کنیم. خب این نشون میده که محافظه‌کارا از قبل برای این طرحشون برنامه‌ریزی کرده بودن. اما خب نمیشد از عراق شروع کرد، چون اولا بن لادن تو افغانستان بود، معنا نداره شما بری از عراق شروع کنی. اومدن به افغانستان حمله کردن و طالبان سقوط کرد. 6 ماه بعد شروع کردن، یعنی 3 ماه بعد از اون حادثه جورج بوش اومد بحث محور شر رو مطرح کرد، ایران، عراق و کره شمالی و اینا محور شر هستن، و شروع کردن تبلیغات علیه صدام. دو سه تاش چیز اصلی هم بود: یک، سلاح هسته‌ای، دو، سلاح شیمیایی، سه، ارتباط با القاعده. حالا 11 سال بود که عراق محاصره بود، 11 سال بود بازرسای سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عراق رو زیر و رو کرده بودن، یعنی هر چی داشت از بین برده بودن، تمام تأسیسات هسته‌ایش از بین برده بودن، تأسیسات شیمیاییش از بین برده بودن، موشک‌ها رو از بین برده بودن. خودشون میدونستن که چیزی دیگه تو عراق نمونده، اطلاعات دقیق داشتن، اما اومدن اعلام کردن که نخیر صدام قایم کرده این چیزها رو، ما میخوایم حمله کنیم. یه سناریوی دروغی هم درست کردن، نمیدونم اورانیوم از نیجر برداشتن، بود یک داستانی که الان همشون دارن میگن نه این دروغ بوده. حتی آقای کالین پاول، نمیدونم یادتونه، کالین پاول رفت تو شورای امنیت یه لوله آزمایشگاهی رو با خودش برده بود، گفت که این لوله آزمایشگاهی ماده سفید رنگی توش بود، گفت این رو مأمورین اطلاعاتی ما از یکی از مراکز عراق آوردن، این سلاح شیمیایی توش بود. بعد معلوم شد دروغ بوده. بعدن خود آقای کالین پاول تو کتابش نوشت، تو خاطراتش، که این بدترین خاطره زندگی منه، چون من که نمیدونستم، اینو سازمان سیا به من داد، من بردم اینو تو شورای امنیت مطرح کردم، بعد فهمیدم دروغ بوده و هر وقت اینو یاد این صحنه میافتم از خجالت آب میشم که مثلا من رفتم جلوی دنیا همچین دروغی گفتم. خب اینا اومدن حمله کردن، صدام هم سرنگون شد. بعد چی؟ نه سلاح هسته‌ای پیدا شد، نه سلاح شیمیایی پیدا شد، نه اصلا سندی پیدا شد که صدام، حالا صدام واقعا جنایتکار بود، گور به گور هم شد الحمدلله که به درک رفت، ولی حداقلش بود با القاعده ارتباط نداشت، حالا با اون بهانه که اینا دنبالش بودن توش نبود. به هر حال صدام هم سرنگون شد، آمریکایی‌ها بسیار خوشحال بودن، یعنی جورج بوش خودش رو در اوج به قول معروف قدرت احساس می‌کرد، که ببینید آمریکا اراده کرد در عرض 6 ماه 2 تا
نظام رو سرنگون کرد. طالبان در افغانستان، صدام در عراق. دیگه برای دنیا خط نشون میکشیدن، شروع کردن تهدید. اول تهدید سوریه، همین آقای کالین پاول رفت به دمشق، یک نامه رو به بشار اسد داد که در این نامه 12 خواسته آمریکا ابلاغ شد به بشار اسد که این 12 کار رو باید انجام بدی وگرنه بهت حمله میکنه، ارتباطت با حزب الله قطع کنی، با حماس قطع کنی، یعنی مقاومت فلسطینی، ارتباط استراتژیک با ایران قطع کنی، فلان فلان. 10-12 تا خواسته خیلی هم توهین‌آمیز با لهجه و با بیان تحکم‌آمیز که یالا اینا رو اجرا می‌کنی وگرنه حمله می‌کنی. حالا آقای بشار اسد انصافاً خیلی شجاعانه ایستاد، تازه 2-3 سال هم بود رئیس جمهور شده بود، یعنی خیلی هم جوان بود و کسی انتظار نمی‌دند داشت که بشار اسد خیلی مردانه با شجاعت رئیس نبگه تو روی آمریکا، ولی این کارو کرد. خب رفتن دنبال این که برای سوریه برنامه‌ریزی کنن. برای ایران چی؟ شروع شد تهدید ایران. هر روز، هر ماهی یه بار ایران رو تهدید میکنن سر جریان پرونده هسته‌ای که ما میخوایم به ایران حمله کنیم. بارها هم تو ایران خیلی جدی گرفته شد، آمانه باش و فلان، و حتی ساعت تعیین میکنن، فلان روز فلان ساعت که آمریکا میخواد حمله کنه. حالا توی رسانه‌ها پخش نمی‌شد، ولی نیروهای مسلح رو آماده‌باش داده می‌شد که آقا فلان کسک گفته مثلا خبر دقیق دارم آمریکا می‌خواد 16 فروردین نمی‌دونم فلان سال ساعت فلان می‌خواد حمله کنه. این چیزا اینقدر جفت‌سازی کرده بودن علیه کشورهای منطقه که حتی علاوه بر تهدید ایران و سوریه، فشار بر مصر و عربستان هم شروع شد. همون جورج بوشی که اینا متحدینش بودن، مثلا با مبارک شروع کردن چیز کردن که آقا این کشور آزادی وجود نداره و دوران دیگه تموم شده، دوران جنگ سرد تموم شده، ما دیگه نمیتونیم از اینطوری حمایت کنیم و باید آزادی بدی و فلان و بیسار و این حرفا. و شروع کردن با معارضین هم تماس گرفتن که اواخر دوره جورج بوش دیگه مبارک دیدار نمیکرد با رئیس جمهور آمریکا، چون مبارک هر سال یه بار میرفت آمریکا با رئیس جمهور آمریکا دیدار میکرد. در 2-3 سال اخیر جورج بوش اصلا دیگه نرفت. فشار آوردن به عربستان که آقا ما بررسیایی که کردیم، آمریکایی‌ها میگفتن دیدیم این نظام آموزشی عربستان به قول معروف تروریست پروره. تو این سیستم آموزشی عربستان آدم‌ها بسیار افراطی، تندرو و به قول اونا تروریست بار میارن. اینه که اونا فشار آوردن که آقا شما نظام آموزشی عربستان رو باید تصحیح کنید، چه در مدارس عادی چه در حوزه‌های دینی. این فشار حتی در زمان جورج بوش شروع شد. خب ولی برخلاف پیشبینی جورج بوش، اوضاع عراق و افغانستان طبق میل آمریکا پیش نرفت. یعنی در عراق مقاومت خیلی خوبی شکل گرفت، در افغانستان هم طالبان با این که شکست خورده بودن ولی وجود داشتن، الان هم هستن، شروع کردن حمله کردن. یواش یواش عراق و افغانستان تبدیل شد باتلاق برای ارتش آمریکا. هر چقدر حتی میدونی جورج بوش رسما رفت روی ناو یکی از ناوهای هواپیمای آمریکا، اونجا یه سخنرانی کرد که آقا مأموریت تموم شد، یعنی دیگه ما کامل مسلط شدیم به عراق. ولی بعد معلوم شد که نه خیر، مأموریت تازه شروع شده، تازه جنگ شروع شده تو عراق. صدام رفت ولی مقاومت شکل گرفت. یواش یواش بین سال 2003 که صدام سقوط کرد تا 2006 آمریکایی‌ها متوجه شدن که مشکل بزرگ خوردن تو عراق و در افغانستان. اینه که برای اجرای طرح خاورمیانه جدید روش رو اومدن عوض کردن. به جای اینکه مستقیم آمریکا بیاد توی جنگ جدید شرکت کنه، گفتن دیگه ارتش آمریکا اصلا نمیتونه وارد جنگ جدید بشه، آنچنان تو عراق و افغانستان فرو رفته که نمیتونه جنگ دیگه، بیا به سوریه حمله کنه، بیا به ایران حمله کنه، اصلا امکان نداشت. این بود که اومدن این طرح رو عوضش کردن با یک روش جدید، یا با دو روش. اول ایجاد فتنه مذهبی در منطقه. حالا در کنار شما فتنه قومیتی هم بذارید، ولی اصلش فتنه مذهبی بین شیعه و سنی. استارتش هم با چی بود آقایون؟ خاطرتون هست؟ در عراق. نه خیر، سامرا، انفجار حرم امامین عسکریین علیهم السلام در سامرا
این کلید شروع فتنه مذهبی در عراق بود، چون آقا سامرای شهر سنیه، از اولش سنی بوده، این حرم هم از اول اونجا بوده، اهل سنت هم ازش حمایت میکردن، اصلا متولی آستان اهل سنت بودن. چطور تو هزار و خوب اندی سال کسی نفهمید اینجا جای شرکه؟ یه دفعه یه گروه های پیدا شدن تکفیری که آقا اینا اعلامش اینا که آقا این شرکه رفتن منفجرش کردن. نه، این طرح آمریکایی‌ها بود برای ایجاد فتنه. حالا این به معنی نیست اونی که رفته انفجار منفجرش کرده عامل CIA یه سرباز موبلند و چشم آبی، نه، از همون عراقی‌ها میرفتن تحریک میکردن افرادو، همون سنی های تکفیری تندرو رو که آقا اینجا شرکه، مگه نمیدین میرن مردم اینجا عبادت میکنن نمیدونم فلانی حرفا، تحریکشون کردن. هیچ وقت اون غربیه خودش نمیاد مستقیم این کارو بکنه، همیشه میاد با تحریک. این فتنه مذهبی رو در عراق کلید زد. به مجرد این اتفاق افتاد، خب احساسات شیعیان شعله ور شد، مخصوصا تو عراق شروع شد حمله به مساجد اهل سنت در عراق. تعداد زیاد مسجد رو نابود کردن، امام جماعت کشتن، اونا هم در مقابل شروع کردن کشت و کشتار شروع شد از 2006. خب اینو کلید زده. حالا بعدن جریان اعدام صدام اومد به این کمک کرد، چون برادر عراقی اشتباه کردن، صدام رو روزی قربان اعدام کردن. عید قربان یه عید بزرگه اسلامی است، به خصوص تو کشور عربی خیلی عید بزرگی است. شما کج سلیقه گیرن میتونن یه روز بعدش یه هفته بعدش اعدامش کنن، نه اینکه بزنن تو عید قربان. بعدم اشتباهی کردن، یه کسی فیلم گرفت، این فیلمو گذاشتن در یوتیوب و در اینترنت، و آقا یک دفعه صدام بعثی یک لایک تبدیل شد به قهرمان اهل سنت. الان در ادبیات جهان عرب ازش به عنوان الرئیس و شهید یاد میکنن، الرئیس و شهید صدام حسین، کسی که تا دیروز اینا اصلا قبولش نداشتن، اونا اینکه آقا این اصلا بعثی لایق فلان بیساره، این کسی بود که به به کویت حمله کرد، به عربستان حمله کرد، اما الان شما برید تو ادبیات جهان عرب شده الرئیس و شهید. خب اینو دامن زد آقا که آقا اهل سنت مظلوم واقع شدن. البته اینم خدمتتون عرض کنم، حالا به طور مفصل‌تر ان شاءالله عمری بود فردا براتون توضیح میدم، سقوط بغداد و حاکمیت شیعه بر بغداد یک حادثه بسیار بزرگ تاریخی در تاریخ اسلامه. ما نداشتیم همچین چیزی. بغداد از ابتدایی که تأسیس شد تا الان، تا چند سال پیش تحت حاکمیت اهل سنت بوده و پایتخت عباسی ها بوده برای نمیدونم 600 سال. بهش میگن بغداد و رشید، هارون رشید این بغداد و بغداد کرد و سمبول قدرت اهل سنت، سمبول تاریخ اهل سنت. حالا این بغداد شیعه اومده بهش حاکم شده، جهان اهل سنت نمیتونه اینو بپذیره. چه افراطی هاش چه غیر افراطی هاش نمیتونن بپذیرن، به دنبال اینن که به قول معروف آب رفته رو به جوی برگردونن که آقا یه بار دیگه اهل سنت حاکم بشن به عراق. این دنبال اینن. عربستان الان مشکلش با ما ایران اینه، مشکلش نمیده صدام سقوط کرد، نه اصلا عربستان چه شیدن صدام هم نداشت، صدام کسی بود عمله کرد به عربستان، ولی اینو بهانه کردن که آقا اهل سنت در عراق مظلوم واقع شدن، شیعه داره به اینا ظلم میکنه، کشتار میکنه، اله میکنه، بله میکنه، آقا یک فتنه مذهبی را انداختن که دیگه الان شما شاهدش هستید به کجا کشید. این پس روش اول. روش دوم، محافظه‌کاران جدید به جای جنگ مستقیم اومدن جنگ وکالتی رو را انداختن. به چه معنا؟ به جای اینکه آمریکا خودش مستقیم به کسی حمله کنه، اومدن به اسرائیل گفتن که شما حمله کن به حزب الله لبنان در سال 1385-2006، که آقا گفتن آقا این محور مقاومتی که شکل گرفته که پادشاه اردن اسمش گذاشت هلال شیعی، آقا از ایران شروع میشه، قبلا سوریه و حزب الله و مقاومت فلسطینی بود، عراق هم که شیعیان بهش حاکم شدن،
اومده پیوسته به این شده یه هلال، از تهران یه پلی ارتباط شده میاد تا مرزهای فلسطین اشغالی. گفتن این محور رو ما باید بشکنیم. کجا؟ حزب الله لبنان. اینو بزنیم، حزب الله رو که زدیم اون وقت زمینه آماده میشه برای حمله به سوریه و ایران. چون میگن حزب الله الان یک قدرت موشکی بسیار بزرگه، خودشون دارن میگن، میگن حزب الله از بسیاری از دولت‌های دنیا از نظر قدرت موشکی قوی تره. خیلی از ارتش‌های بزرگ دنیا همچین موشکایی ندارن. خب یه غزه به اون کوچیکی 50 روز یا به قول یه 51 روز زیر شدیدترین بمباران مقاومت کرد، بعد تا لحظه آخر هم موشک بزد. حالا حزب الله اگر بیاد تو جنگ چیکار میکنه؟ اینه که جنگ 33 روزه را افتاد با هدف اینکه حزب الله و محور مقاومت نابود بشه. بحثی نبود که حزب الله حمله کرده دوتا اسرائیلی را اسیر کرده برای آزادی دوتا اسیر، نه، بس خیلی فراتر از این حرفا بود. بس هدف قرار دادن سوریه و ایران بود، به خصوص ایران. خب جنگ انجام شد. وسط جنگ 33 روزه خانم کاندولیزا رایس، موقع وزیر خارجه وقت آمریکا بود، سفر کرد به اسرائیل. اونجا یه جمله خیلی معروفی گفت، حتما جمله رو شنیدی. ازش پرسیدن این جنگ خیلی خانمانسوزی شده، تعداد زیاد غیر نظامی دارن کشته میشن، شما تلاش نمی کنید اونا آمریکا جلو این جنگ رو برای متوقفش کنید؟ برگشت جمله ای گفت، گفت این جنگ درد زایمان خاورمیانه جدید است. یعنی چی؟ یعنی یه خانمی که بار داره، بله وقتی درد زایمان میگیرتش درد بسیار بسیار شدیدی است، ولی نتیجهش چیه؟ نتیجهش ولادت یک مولود جدیده، نتیجه خیلی خوبی داره. این جنگ تشبیه کرد به یک ولادت، که آره جنگ خیلی تلخیه، خیلی دارن کشته میشن، اما بعد از این جنگ یه خاورمیانه جدید شکل میگیره و اون چیز خوبیه. یعنی دیگه قبلا این عنوان خاورمیانه جدید پنهان در سنداشون مطرح بود، خانم رایس اون اومد جلو رسانه ها اعلام کرد و این درد زایمان خاورمیانه جدیده. خب خوشبختانه این جنین در همون شکم مادر مرد و حزب الله پیروز شد و اسرائیل مفتزهانه با دادن تلفات و خسارات های زیاد عقب نشینی کرد. خب اینجا یه شوکی به جورج بوش وارد شد، دید که تو عراق و افغانستان که به مشکل خورده بودن هیچی، رفتن تو لبنان هم از پس یه گروه کوچیکی مثل حزب الله هم بر نیومدن. خیلی از دست این محافظه‌کاران جدید ناراحت شد، خیلی عصبانی بود، گفت که این طرای شما باعث بی‌آبرویی من شده. به خصوص دو سه ماه بعد از جنگ 33 روزه انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا بود و محبوبیت جورج بوش به پایین ترین حد خودش رسید. در انتخابات هم حزب جمهوری‌خواه شکست خورد، دیگه تموم شد. یعنی محافظه‌کاران جدید مجبور شدن یکی یکی از دولت جورج بوش برن بیرون. آدمای سرشناسش پولوویتس استعفا داد، ریچارد پر استعفا داد، آقای ولف نمیدونم چندین هم یکی یکی رفتن تو هر وزارتخونه بودن استعفا دادن، اما دیدگاهشون باقی بود. یعنی این بحثی که ما خاورمیانه باید به هم بریزیم، این متاسفانه باقی بود. خب آقای جورج بوش دوره ریاست جمهوریش تموم شد. اوباما با شعار اینکه جنگ علیه تروریسم آقای جورج بوش اشتباه بوده، به روش اشتباهی انجام شده، به مردم وعده داد آقای اوباما که من اگر بیام اولا در هیچ جنگ جدیدی ارتش آمریکا رو وارد نمی کنم. اینو قول داد به مردم. بعد گفت که در ضمن ارتش آمریکا رو از عراق و افغانستان خارج می کنم و جنگ علیه تروریسم رو با یک روش جدیدی انجام خواهم داد. این قول هایی بود که آقای اوباما داد، تو انتخابات هم پیروز شد. خب و بعداش هم تا حدی عمل کرد، بالاخره از عراق رفتن، افغانستان هم قراره تا مدت دیگه ای برن بیرون و اومد جنگ علیه تروریسم رو برد روی به قول خودش جنگ هوشمند. حتی علیه ایران هم اومد مجازات های هوشمند رو اجرا کرد، موفق شد بن لادن رو بکشه که یه موفقیت بزرگ بود برای اوباما. میگه ببینید من گفتم که روش عوض میکنم، میام رو کار فلان اطلاعاتی و اینها. این تغییری بود تو اون علی. ولی یک کار دیگه اوباما کرد که این خیلی مهمه، دوستان دقت بفرمایید. اوباما
اوباما آدم تحصیل کرده ایه، میدونی که رشته حقوق دانشگاه شیکاگو درس خونده، خودش خانمش هر دوتا وکیلن، یه آدم اهل مطالعه، مثل برخلاف جورج بوش که آدم بی سواد بی فرهنگی بود، اوباما این تیپی نیست. اومد گفت که ما باید تو جهان اسلام یه الگوی از اسلام رو مطرح کنیم در مقابل الگوی اسلام جمهوری اسلامی و الگوی اسلام عربستان سعودی، که آقا جمهوری اسلامی یه الگوی انقلابی رو داره مطرح میکنه تو دنیا، عربستان یه الگوی تروریستی داره مطرح میکنه، ما بیاییم یه الگوی جدیدی رو مطرح کنیم که اسمش رو گذاشت اسلام معتدل. خب این الگو رو چیکار کرد؟ اولین سفر آقای اوباما به یک کشور اسلامی به کجا بود؟ اگر دوستان دنبال کرده باشن، به ترکیه بود. اولین سفرش به جهان اسلام رو به ترکیه انجام داد و در ترکیه سخنرانی بسیار مهم میکرد. اونجا اسلام آقای اردوغان رو به عنوان اسلام معتدل، که ببینید چه اسلام خوبیه این آقای اسلام اردوغان، هم اسلامگراست، هم عضو ناتوه، هم پیمان استراتژیک با اسرائیل داره، هم مشروب فروشی هست، هم کاباره هست، هم امنو افسان فساد هست. بنابراین اسلامگراست ولی همه چیزم آزاده. بنابراین این اسلام چیه؟ معتدل. جهان اسلام خطاب قرار داد که آقا اگر میخواید اسلامی باشید بیاد مثل آقای اردوغان و حزب آقای اردوغان، عدالت و توسعه، بیاد مثل این اسلامگرا باشید، آمریکا هم از شما حمایت خواهد کرد. خب آقای اردوغان میدونید که ریشه های اخوانی داره، یعنی اینا یک جریان سیاسی هم که ریشهشون به اخوان المسلمین برمیگرده، اخوان المسلمین ترکیه. آقای اوباما فکر میکرد این الگو برای جهان اهل سنت به خصوص جهان عرب جذابیت داره، چون ترکیه برخلاف ایرانی کشور سنیه، جهان اهل سنت هم همه سنیان یا اکثریتشون سنیه، بنابراین وقتی میاد یه الگوی سنی رو معرفی میکنه، تلقیش این بود که جهان اهل سنت و جهان عرب استقبال میکنن. اما یک واقعیتی رو خبر نداشت آقای اوباما و اون اینه که در زمان امپراتوری عثمانی که ترک ها حاکم بودن به کل جهان عرب، رفتار ترک ها با عرب ها بسیار توهین‌آمیز بود، یعنی با تحقیر و سرکوب حکومت میکردن تو کشورهای عربی. حالا اینم جالب از نظر تاریخی، ببینید امپراتوری عثمانی تو اروپا تا اتریش رفت جلو، هیچ کس جلودارش نبود، در جهان عرب تمام جهان عرب رو گرفت، در یه مقطعی تا مراکش رو گرفته بود. تنها جایی که جلوی امپراتوری عثمانی وایساد و پیشرفتش رو متوقف کرد کجا بود؟ ایران زمان صفوی. حمله کردن، جنگ چالدوران دیگه اسمش شنیدی دیگه، شاه اسماعیل اونجا به قول من به شهادت رسید. حالا ما اینو شهادتش هم تلقی میکنیم که در جنگ با توقع پیشروی امپراتوری عثمانی به سمت شرق رو ایران جلوش صد مثل صد جلوش وایساد، اگر نه امپراتوری عثمانی تا مالزی رفته بود، تمام جهان اسلام رو میگیره. اونی که جلوش وایساد ایران صفویه بود. حالا اینم اتفاقی بود یا خواست خدا بود که امپراتوری صفوی همزمان با امپراتوری عثمانی شکل گرفت، تقریبا همزمان با هم شکل گرفتن. حالا بگیم که عمر امپراتوری عثمانی خیلی بیشتر بود، صفوی ها 150 خورده سال بودن ولی عثمانی ها 300-400 سال عمر کردن، اما بالاخره ایران مثل یه صدی جلوی امپراتوری عثمانی وایساد. توجه عثمانی بیشتر به سمت جنوب و به سمت غرب شد. جنوب کشور عربی بود، همه کشور عربی بلا استثناء گرفتن، هیچ کشور عربی نیست که عضو جزی از امپراتوری عثمانی نباشه. بعد در اینجاها بسیار بد رفتاری کردن با عرب ها، تحقیر میکردن از عرب ها. الان در حافظه تاریخی عرب ها خاطرات تلخی از ترک ها هست و دوران امپراتوری عثمانی رو به عنوان دوران استعمار ترکی ازش یاد میکنن تو کتاب های درسیشون. نمیگن امپراتوری عثمانی، میگن استعمار ترکی، میگن استعمارگر بودن. خب این آقای اوباما بهش دقت نکرده بود که آقا یه پیشینه تاریخی وجود داره، شما نمیتونید ترکیه رو الگو بکنی برای جهان عرب، پذیرش وجود نداره. بعد یه مدتی آقای اوباما متوجه شد که آره استقبالی از اسلام آقای اردوغان تو جهان عرب نمیشه، به این نتیجه رسیدن باید یک جریانی تو خود جهان عرب پیدا کنن
که اسلام معتدلی از دید اونا باشه، اون رو به عنوان الگو معرفی کنن. خب اومدن متمرکز شدن بر اخوان المسلمین، به خصوص اخوان المسلمین مصر.